مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرده که اعدام محسن شکاری از نظر شرع و قرآن صحیح نبوده و حاکم باید اشتباهات خود را بپذیرد. در هفته های اخیر به بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اتهاماتی چون محاربه و افساد فی‌الارض وارد شده که آنها را در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار داده. گفتگو می‌کنیم با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری از هلند. آقای احمدی نیاز، به راحتی برای بسیاری از بازداشت شدگان حکم محاربه صادر شده و محسن شکاری هم بر همین اساس اعدام شد، اما اصل این حکم چه هست که دستاویزی شده برای اعدام معترضان؟ چه ایرادات قانونی و شرعی وارد هست؟ 70 ایراد شرعی، فقهی، قانونی و قضایی و حقوقی نسبت به این حکم و احکامی مثل محاربه مفسد فلعرض و بقی وجود داره. تمام متشرعین مثل حضرت مولانا عبدالحمید به طور کامل ایرادات دقیقی نسبت به اجرای این حکم یا صدور این حکم داشتن. جمهوری اسلامی ایران برای ارعاب مردم و سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات داره از عناوین فقهی، شرعی و قانونی سوء استفاده میکنه، یعنی از قانون علیه خود مردم داره استفاده میکنه که این بسیار بسیار خلاف واقعیت هست، خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. یعنی جمهوری اسلامی به نوعی داره مشروعیت خودش رو از دست میده. بنابراین استناد به این حکم، استناد به این عناوین مجرمانه به طور کامل خلاف تمام ضوابط حقوقی، فقهی، قانونی و شرعی است. هیچ کدام از علمای اسلام، هیچ کدام از حقوقدانان، هیچ کدام از وکلای مستقل، هیچ کدام از حقوقدانان بین المللی هرگز این حکم را قبول ندارند، اینو بر نمیتابند. تمام عناصر تشکیل دهنده اجزای این حکم هرگز در ایران محقق نشده. آقای محسن شکاری یکی از قربانیان ددمنشی، ستمکاری و سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی از عناوین قانونی علیه مردم و معترضین. اگر بخوایم جزئی تر نگاه بکنیم به پرونده آقای محسن شکاری، حالا بر اساس اون اطلاعاتی که به خارج درس کرده و رسانه‌ای شده منتشر شده، بر چه اساس این حکم برای ایشون صادر شده؟ ببینید، ایشون تحت عقاریر عدیده ای که بر سر شکنجه، فشار و زور حاصل از تحقیقاتی که سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات داشت، به تبع ایشون یک اقرارگونه ای در تلویزیون ایران داشت که گونه سمت چپ ایشون یا صورتی ایشون مشخص بود تحت شکنجه بوده. بنابراین تمام این عقاریر حاصل از شکنجه بوده. طبق اساسیات قانون اساسی اقرار حاصل از شکنجه به طور کامل باطله و هیچ اثری بر این عقاریری مترتب نیست. برای این محسن شکاری هرگز دسترسی به یک وکیل دادگستری مستقل نداشت. دادگاه وی هم یک دادگاه مستقل نبود. چگونه هست که فرایند دادرسی در یک پرونده اینقدر سریع صورت میگیره؟ فقط حق تجدید نظرخواهی و حق فرجامخواهی 40 روز طول میکشه، اما کل فرایند دادرسی این پرونده 40 روز بوده، امکان نداره. بنابراین اون ایرادات عدیده ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشته که بسیار فراوان هست، اون حق دادخواهی که برای محسن شکاری در نظر بگیریم، اون حق اعاده دادرسی، حق فرجامخواهی، حق دسترسی به وکیل دادگستری، تمام حقوق و عناصر تشکیل دهنده یک حق دفاع برای محسن شکاری در این پرونده پایمال شد. بنابراین هیچ کدوم از اون استانداردها برای وی در نظر گرفته نشد. کسی که بماند در ماهیت امر هم کسی که در اعتراضات شرکت کرده باشه، حتی کسی که به یک بسیجی هم سیلی زده باشه، حتی کسی که به یک بسیجی هم مثلا ضربه ای وارد کرده باشه، نمیتونه در چارچوب محاربه قرار بگیره. با فرض اینکه بگیم رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده این محاربه هست، محارمه 4 تا مجازات داره. یکیش اعدامه، دیگریش تبعیده. چرا از عنصر تبعید استفاده نکردن؟ چون مجازات محاربه 4 تا هست که در اختیار قاضی هست که قاضی یکی از اینها رو انتخاب بکنه. چرا برای وی تبعیدش رو در نظر نگرفتن؟ چرا به جان و وضعیت شخصی خود آقای محسن شکاری توجه نکردن؟
چرا به وضعیت مادر نگونبخت محسن شکاری توجه نکردن؟ میتونستن تبعید رو در نظر بگیرن. بنابراین رژیمی که به شکل ددمنشانه با جان انسانها بازی بکنه، این رژیم اهل گفتگو، مذاکره و سازش و اصلاح نیست. این رژیم فقط با جان انسانها داره مبارزه میکنه. بنابراین ستاندن جان انسانها باید خط قرمز باشه، اما این رژیم به راحتی داره این کار میکنه و امروز هم همه یعنی که روز جمعه یا روزهای قبل هم دیدیم که تمام سران جمهوری اسلامی ایران از اجرای این حکم دفاع کردن و این نشون میده رژیم جمهوری اسلامی ایران همت بسته بر از بین بردن جان انسانها در قالب محاربه افساد فی الارض و برای سرکوب مردم داره از دادگاهش، از قانونش سوء استفاده میکنه. و در مقابل آقای احمدی نیاز، حاکمیت برای برخورد با نیروهای خودی که در کشته شدن مردم دست داشتن نه تنها به این احکام متوسل نمیشه، نه حتی پرونده‌ای هم تشکیل نمیشه، حتی مسئولیت رو هم برگردن نمیگیره. توجیه حاکمیت برای این رفتار به شدت دوگانه چه هست؟ این نشون میده جمهوری اسلامی ایران اصل بی‌طرفی رو به طور کامل پایمال و نقض کرده. نشون میده جمهوری اسلامی ایران فقط به فکر سرکوب مردم هست. شما در نظر بگیرید در خاش، در زاهدان، در کردستان، در مریوان، سقز، کامیاران، کرمانشاه، تهران، شمال ایران، در همین بندر انزلی جوانی که چند روز پیش شهید شد، هیچ کدوم از مأمورین جمهوری اسلامی تحت محاکمه قرار نگرفتن. برای هیچ کدوم از اونها کیفرخواه صادر نشده. هیچ کدوم از اونها تحت بازجویی قرار نگرفتن. شما در نظر بگیرید 37 30 چند هزار نفر بازداشت شدن. همین چند روز پیش در دهگلان کردستان جوانی بر سر شکنجه جون خودش رو از دست داد. کدوم مأمور بازداشت شد؟ کدوم گزارشی از تعقیب قضایی مأمورین بر سر شکنجه صادر شده؟ هرگز هرگز. و این جمهوری اسلامی داره به شکل خیابان یک طرفه علیه مردم داره عمل میکنه. خود خامنه ای رهبر ایران دستور آتش به اختیار رو قبلا به مأمورینش داده. دستور آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی نابود کردن قانون و ضوابط حقوقی، یعنی فرامین رهبری بالاتر از قانونه. وقتی در کشور قانون نباشه، مأمورین اون دست به هر جنایتی میزنن، چه قاضیش باشه چه مأموری باشه، با تفنگ جوانی رو هدف قرار بده و بکشه. لذا بین اون قاضی، بین اون بازپرس و بین اون مأموری که با تفنگ جوانو میکشه هیچ تفاوتی وجود نداره. لذا این است که جمهوری اسلامی ایران رحم و عطوفتی در کار نداره و به شکل غیر انسانی، غیر حقوقی، غیر شرعی داره علیه مردمش اقدام میکنه و هیچ گونه مسئولیتی را قبول نمی. سپاسگزارم از شما حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از هلند.